بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه حضرت استاد در تفسیر آیات 78 تا 81 سوره انبیا می‌فرمایند بدین شرح است: 1. بررسی اختلاف حکم در قضاوت حضرت داوود و سلیمان علیهم السلام. خدای سبحان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد که جریان داوود و سلیمان را در ماجرای اختلاف دامدار و کشاورز یادآوری کن که آن دو بزرگوار به دو گونه حکم نمودند و در نهایت حکم سلیمان پذیرفته شد. 2. تبیین اصول مطرح در جریان قضا و داوری. احکام صادره از سوی انبیا برابر وحی بوده، بنابراین سخن از اجتهاد ظنی نیست تا برخی ها به آن تمسک کرده و کار اهل سقیفه را توجیه کنند. 3. عدم راهیابی دو حکم در قضیه واحد. در جریان قضا یک واقعه دو حکم بر نمی دارد، ولو اینکه قاضی آن واحد باشد. علاوه بر اینکه به صورت شورایی هم نمی شود حکم صادر کرد، اگرچه مستحب است قاضی با فقها مشورت کند. و از منظر قرآن کریم دو حکم داوود و سلیمان علیهم السلام خطا نبوده و آن دو بزرگوار از خطای فکری و عملی منزه بودند. 4. اقسام شهود و حضور الهی. خدای سبحان دو نحوه شهود و حضور دارد: یک نحوه حضور و کمین بر مجرمین و یک نحوه شهود بر انبیا و مؤمنین جهت دستگیری و کمک به آنهاست. 5. موهبت خاص الهی به انبیا در تسخیر ملکی و ملکوتی. راه تسخیر ملکی زمین و آسمان در اختیار همه است، ولی آیات مورد بحث به تسخیر ملکوتی عالم توسط داوود و سلیمان علیهم السلام اشاره کرده و این را سیره مستمره الهی در اعطای قدرت‌های ملکوتی به انبیا می‌داند که از قداست روح آنها سرچشمه گرفته و عنوان معجزه می‌گیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمانا و کلن آتینا حکما و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و طیر و کنا فاعلین و علمناه صنعة لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون ول سلیمان الریح عاصفتن تجری به امرهی الی الارض التی بارکنا فیها و کنا و کل شیئن عالمین. در این سوره مبارک انبیا که قبلا نام مبارک انبیا به طور اجمال و متن بیان شد، شرح حال برخی از اونها را با ذکر مقاومت‌های اونها و پیروان اونها در این سوره ذکر می‌کنن. نوبت به وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیهما رسید که فرمود به داوود و سلیمان هم اونا یا منصوبند به آتینا که بعد ذکر می‌شود، یا منصوبند به فعل محذوف یعنی وذکر داوود و سلیمان. یک قصه مربوط به جریان داوری بین وجود مبارک داوود و سلیمان اختلاف نظر بود، او را نقل میکنه. بعد خصوصیت هایی که خدای سبحان به داوود سلام الله علیه مرحمت کرد اونها را ذکر میکنن و خصوصیت هایم که به وجود مبارک سلیمان مرحبت کرد اونا را جداگانه ذکر میکنه.
فرمود به داوود به سلیمان، یعنی وذکر داوود به سلیمان، یا کلن آتینا، که این آتینا ناسب داوود سنه باشد. به یاد اینها باش، اذ یحکمان فی الحرس. اصل قضیه عبارت اجمالاً عبارت از این بود که یک مزرعه کشاورزی بود که مال کشاورز یا کشاورزان مخصوص بود. یک دامداری که دامهای او شبانه به این مزرعه کشاورزی حمله کردن، کشت او را از بین بردن، خوردند از بین بردن. صاحب این مزرعه کشاورزی به محکمه مراجعه کرده، آمده خدمت داوود سلام الله علیه و سلیمان سلام الله علیه هم در جریان قرار گرفت. برخی ها نقل کردند که وجود مبارک داوود فرمود خسارت این مزرعه را اون دامدار باید بپردازد، این گوسفندها را باید به عنوان خسارت به صاحب مزرعه بدهد. سلیمان سلام الله علیه طرز دیگری حکم کرد، گفت جمع بین حقین این است که این دامها را در اختیار کشاورز قرار بدهیم که از لبنیات اینها به فواید و بهره های این دامها استفاده کند، یک. و این مزرعه را هم در اختیار دامدار قرار بدهیم که اون را اصلاح کنند، بارور کنند، دو، که هیچ کدام ضرر نکرده باشند. این حکم سلیمان پذیرفته شده است. اما حالا این تاریخ حق است یا نه، این قصه درست است یا نه، اینا رو قرآن تعرض نکرده. اثبات این مطالب سنگینم با تاریخ بسیار دشوار است، با خبرهای واحدم آسان نیست. ولی اصولی که در باره قضا و داوری انبیاء علیه السلام مطرح است یا اصل داوری قابل طرح است، عبارت از این است که انبیاء علیه السلام حکم اینها برابر با وحی خداست، چه اینکه در همین خصوص همین جریان هم می فرماید به کلن آتینا حکمن و علما، یعنی هم وحی نبوت هم علم را ما به اینها دادیم. پس بنابراین ها سخن از اجتهاد مزنه و امثال ذالک نیست، نظیر دوتا فقیه نیستن که با اجتهاد کار بکنن. این رو ادله عامی که وجود دارد و نص خاصی که در خصوص این زمینه هست که وجود مبارک داوود و سلیمان روی اجتهاد این حکم را نکردن. برخی ها برای که دست خودشون به نیابتی اونها برسد، دامنه وحی را، نبوت را، مقام انبیا را پایین آوردن تا بالاخره بتوانن سقیفه را جانشین کنن و قدیر را کنار بزنن، چاره نداشتن. به لزام میگن به اینکه انبیا با اجتهاد خودشون گاهی فتوا میدن، نظیر فقهای معمولی معاذ الله. اما غالب بزرگان ما بعد از طرح مسئله سخن از اجماع است، سخن از ادلنا است. تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم در تبیان سخن از اندناست، یعنی ما شیعه ها فتوامون این نیست که انبیا با اجتهاد ظنی داوری میکنن یا فتوا میدهند، بلکه همه اینها به وحی الهی این کار میکنن. خب پس دو تا مطلب هست، یکی اون ادله عام، یکی در خصوص این مقام. در خصوص این مقام فرمود که به کلن آتینا حکمن و علما، ما به هر دوی این بزرگوار به سایر انبیا هم وحی فرستادیم، هم علم را و واقعیت را برای تشریح کردیم. پس سخن از اجتهاد نیست. مطلب بعدی آن است که در قضا یک قضیه و یک واقعه دو تا حکم بر نمی دارد، ولو من حاکم واحد. حاکم واحد باشد دو تا حکم ندارد، و مگر اینکه علم وجدانی به خلاف پیدا کند که قبل حکم قبلی باطل میشه. و همچنین یک قضیه دو تا حکم ندارد، یکی به وسیله حاکم قبلی، یکی به وسیله حاکم بعدی، مگر اینکه بیان الغیب بودن او روشن بشود که حکم دوم ناسخ حکم اول باشد. بنابراین تا این
بعید و غیب نشد، خطاش روشن نشد، حکم ثانی معنا ندارد، جا ندارد، نه از همون حاکم نه از حاکم دیگر. این دو مطلب که حکم قضیه واحد تعدد حکم راه ندارد، چه از حاکم واحد چه از حاکمهای متعدد، مگر اینکه بعید و غیب بودن اون حکم روشن بشود که به وسیله همون حاکم یا حاکم دیگر قضیه جداگانه بر می‌دارد. مطلب بعدی آن است که حکم معمولاً از حاکم واحد است، شورایی نیست که چند نفر مشورت کنند در انشای حکم شورا انشا کند. این طور نیست. ممکن است در مقدمات مشورت کنند، اون کار خوبی است و مستحب هم هست که قاضی با عالمان و فقیهان دین در مسئله قضا مشورت بکند، حقوق‌دانان مشورت بکند، اما حکم شورایی نیست که شورا انشا بکند. حکم را اون حاکم و قاضی انشا میکند، دیگران در مشورت در مقدمات با او کمک میکنند، با او همکاری میکنند و مانند. جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهما معلوم نیست که از کدام قبیل بود، چون قرآن کریم اینها را ذکر نکرده. آیا بعد از حکم واقعی وجود مبارک داوود سلیم حکم کرده؟ و چون خدای سبحان فرماد بفهمنا سلیمان، معلوم میشه او مأمور بود، منصوب بود. این میشه نسل حکم اولی، یه پیامبریست در قبال اون پیامبر حکم. منتها حالا آیا در اون زمان به پیامبری منصوب شد یا نشد مطلب دیگه است. و اگر نه، وجود مبارک داوود و سلیمان با هم مشورت کردن، نظر مشورتی سلیمان ترجیح داده شد، این هم آسیبی نمی رساند، برای اینکه حاکم داوود هست سلام الله علیه که دستور مبارک صاد به صراحت فرمود یا داوود انا جعلنا خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. این رو صریحا به خود داوود سلام الله علیه فرمود. و اگر داوود مسئول قضا باشد مشورت بکند با سلیمان و نظر سلیمان رو بپذیرد، اینم ممکن است. مطلب بعدی آن است که اگر چونچه داوود سلام الله علیه به عنوان صلح بین المتخاصمین این نظر را داده، نه حکم اساسی و جزمی، و سلیمان سلام الله علیه به عنوان حب کرده، این هم یه راه حل است. مطلب بعدی آن است که نه، هر دو حکمشون یکی بود، منتها در نحوه اجرا اختلاف داشتن. نحوه اجرای وجود مبارک سلیمان مقبول تر شد چون به جمع بین حقوق نزدیکتر بود. این هم یک راه دارد که در حکم اختلافی نیست. حکم آن است که باید ضرر کشاورز تأمین بشه. نحوه تأمین ضرر کشاورز به نحوه اجراش باید اختلاف است. مطلب بعدی آن است که الان اگر کسی بخواهد در یه همچه قضیه حکم بکند، باید حدودش مشخص بکند. اون وقت هم همینطور بود، حدود لابد مشخص کردن. یه وقت از مزرعه تو شهر است یا روستا است، یه وقتی تو بیابان است. مزرعه های شهری و روستایی که در داخل شهر است، این یه حفاظی دارد، حصاری دارد، بست دارد، بالاخره نگهبان دارد، یک دیوار و حصار و جدار دارد دو. اما اگه بیابان باشد، بخشای وسیع چند هکتاری تو بیابان، رسم بر این نیست که اونجا دیوار بکشد، جداری، حصاری، نگهبان بگذارد. تو بیابان وسیع است. دام ها هم به شهر هیزند. دام اگر تو داخل شهر یا روستا باشد، یه نگهبانی دارد که او را حفظ بکند، در اون استبلش نگه میدارد، تو آغولش نگه میدارد اینا. اما گوسفندای چند صد رأسی یا هزار رأسی در بیابان، این نه جداری دارد، نه حفاظی دارد، نه نگهبان شب میتواند این را کنترل کند. اینا مواردش فرق میکند. بنابراین نمیشود گفت که جمیع موارد یه حکم دارد. مهم این است که خسارت رو فقط دامدار باید بده. اگر چون چه کشاورز باید دیوار بکشید و نکشید، اون هم مسئول است. اگر باید برای مزرعه خودش نگهبان میذاشت و نذاشت، اونم مسئول است.
و اگر دامدار باید جدار و حفاظی برای دامش ذکر بکرد و نکرد مسئول است. باید نگهبان می‌داشت برای دامش و نکرد مسئول است. بنابراین موارد یکسان نیست. این فروع فراوان یک حکم ندارد. باید دید به این که مورد چگونه بوده است. و هیچ کدام از این هم با تواتر ثابت نشده که در جریان است که داوود و سلیمان سلام الله علیه و قضیه از چه قرار بود. اون مقداری که قرآن تصریح میکند نزاهت این دو بزرگوار از خطای فکری و خطیه عملی است. برای اینکه فرمود و کلن آتینا حکمن و علما، و قصه اینها را هم ذکر میکند که هم پیامبر صلی الله علیه و سلم استوارتر بشود و هم جامعه مطمئنتر بشود. اگر در یک جریان خطای راه پیدا میشد که پیامبر نفر نمیفهمد این قصه را شما بدان که خب. پس به قرینه داخلی و خارجی وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیهما مسئول از خطای فکری و خطیه عملی بودند. برخی ها خواستن بگویند بگی این قضیه مطابق این طوری که مثلا جریان حضرت سلیمان که خسارت را باید اون دامدار بپردازد و نحوهش هم به این است که این دامها را در اختیار صاحب مزرعه قرار بدهد تا اون در این مدت از لبنیاتش استفاده کند، خودش هم بکوشد این خسارت‌های این کشاورزی رو ترمیم بکند، او رو آبیاری بکند، به صورت اولی برگرداند. بعد گفتن اینکه مطابق با آیه است، برای اینکه ما هر مطلبی رو باید بر آیه عرضه کنیم. این سخن حق است که هر مطلبی رو باید بر قرآن عرضه کرد. اگر چیزی مخالف قرآن بود مطرود است. نه موافقت قرآن شرط است، بلکه مخالفت قرآن مانع است. لکه از قرآن یه همیشه مطلبی استفاده نمی شود که شما خیال کردید به اینکه کشاورز باید خسارت رو از این راه بپردازد. بر تقدیر موارد مختلف است. الان هم اگه همچه چیزی اتفاق بیفتد اونطوری که جناب زمخشری در کشاف گفته و برخی هم همون رو تأیید کردن اینطور نیست که ابو حنیفه اونطور گفته، شافعی اینطور گفته. باید ببینیم که عرف محل چیست، غرایز مردمی چیست، ارتکاز مردمی چیست. این باغ تو شهر بود، تو روستا بود، تو بیابان بود، کنار خیابان بود. عادت مردم به این است که این مزرعه های عمومی را رها کنند. هرگز بر اینا جدار درست نمی کنند، نگهبان نگه نمی دارن شب. مطلعی بدان است که اگر گوسفند شب به یک مزرعه حمله کرد و او را آسیب رسود، میگن نفش نفشت فیه غنام القوم، یعنی شب بود نه روز. خب نگهبان شب و روز فرق میکند، نگهبانی در روستا و شهر و بیابان و خیابان فرق میکند. اینطور نیست که همیشه بشود به یک نفر خوب کرد. خب از نفشت فیه غنام القوم و کننا لحکمهم شاهدین. برخی ها گفتن ضمیر جمع برای آن است که حکم داوود و سلیمان سلام الله علیهما با محکوم له و محکوم علی، این مجموعه حکمشون رو ما شاهدیم. خب اسناد حکم به داوود و سلیمان اسناد به فاعل است، اسناد حکم به محکوم له و محکوم علی اسناد به قابل است. آیا منظور این است که یعنی اینا هم حکم دارن یا که نه ضمیر به انبیا برمیگردد؟ ما شاهد حکم انبیاء علیه السلام بودیم، همیشه ها شاهدیم، همیشه ها بزیم. منتها خدای سبحان دو نحو شهود دارد، دو نحو حضور دارد. یه نحو حضور دارد در کمین است که اگر کسی بیراه رفته او را بگیرد، یه وقتی در کمین است که اگر او بخواد بیفتد دستش را بگیرد. این فرق میکند. این که فرمود ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین است، گاهی کمین دیگران است که اگر یه وقتی اینها بخواهن بیراه بروند جلو اینها رو بگیره. یه وقتی کمین است که اگر یه مؤمنی دارد آسیب میبیند دستگیری کند. این هست. شیطان در کمین است که رهزنی بکند، گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من قعیدم، جای منم کنار صراط مستقیمه، در سبیل الغی که اونجا نمی نشینه، که
اونجا کسانی هستن خودشون افتادن و جده شیاطین الانس و جن، این سر راه مستقیم میشینه که نمیگذاره اینا سالکان کوی حق این راه را طی کنن، یا اگر دارن طی میکنن تون نرن کند برن، یا اگر کند برن کندتر برن. این کارشه که گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم و آدرس هم داد تو جاهای فساد و آلوده و مراکز فساد که اونجا نیست، اونجا انداخت تو زندان، اونا مشغول کار خودشونن، اونا جد شیاطین الانسن. اینایی که در بستر مستقیم دارن حرکت بکنن، شیطان خودش اینجا برسونه که جلوی اینا رو بگیره. خب از شیطان در کمین است تا رهزنی بکنه، ذات اقدس اله هم در کمین است که اگر یک کسی بیراه رفتن او زیاد شده و به هیچ وجه برنمیگرده، او رو بگیره و عذاب گرفتار کنه. اگر نه مؤمن است و احیانا ممکن است خدا ناکرده لغزشی داشته باشه، در کمین است که دستگیری کنه. این حضور خداست. اونه که در آیه 61 سوره مبارکه یونس که فرمود هر کاری میکنید ما اونجا شاهدیم، الا کنا علیکم شهودن استفیزفی، همینه. یعنی هر کاری که بخواد وارد بشید ما اونجا حاضریم، ما اونجا حاضریم که اگر کارتون کار خیر و حق بود، کمبودی داشتید، ما جبرانتون بکنیم. خیلی از موارد است که انسان در اثناء بحث چیزی که یادش نبود یادش میاد، در اثناء کار خیر چیزی که امکاناتش فراهم نبود فراهم میشه. این که خدا من همه جا حضور دارم برای همینه. خب پس در اینجا که فرمود لحکم هم شاهده، این شاد ناظر بیم باشد که من شاهد حکم همه انبیا هستم، و کنا لحکم هم شاهدی. ففهمنا سلیمان، ما این قضیه را به این فتوا را به هر دو علم لام کردیم، برای این که فرمود و کلن آتینا حکمن و علما، اما راه اجراییش رو به سلیمان تفهیم کردیم. این راه اجرایی میشه، پس برامان هیچ کدوم خطا نیست. ففهمنا سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما. البته یه توضیحی میخواد که انشاءالله بعد به خواست خدا عرض میشه در باره خصوصیت هستی داوود سلام الله علیه. فرمود و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه. تسخیر ملکی را خدای سبحان برای همه قرار داد. فرمود کوه مسخر شما، زمین مسخر شما، این کرات مسخر شما. الان این سفینه های با سرنشین بی سرنشین که برن منظوم های شمسی را فتح بکنن، اینا خدای سبحان مسخر کرده است. یک، خدا مسخر است، برای بشر مسخر کرده است که بشر کندوکاف کنه بهرهای علمی. برای دو، که مسخر لکم ما فی السماوات. خب سماوات و اونچه در سماوات هست فرمود برای شما مسخر کردم، راه علمی را طی کنید و بهره برداری کنید. اون هم مثل زمین دیگه، فرق نمی کند. که اینطور نیست که حالا از کرات دیگر ما با خبر باشیم. و در بعضی سخنان نورانی هست در این سلام الله هست که شهرهای اونجاست مثل شهرهای شما، هنوز کشف نشده. فرمود این چنین نیست که عالم های مقدار باشه که شما میبینید. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. این ما لا تبصرون معنیش نیست که با تلسکوپ میبینید، که بعضی چیز هست که با تلسکوپ هم نمیبینید. پس بعضی از امور هستن که هنوز کشف نشدن، در اختیار بشر نیست. ما که از صنع ذات اقدس اله خبری نداریم. خیلی هم ممکنه که در این باسمون ها باشن، تو اون از اونها باشن، شب این کره زمینه که میرن نمیدونن اینجا چیه، میگن آیا کسی اون تو باشه یا نباشه. ما هم وضعمان همینطوره. اگر چونچه ما کل این مجموعه را ذات اقدس اله برای ما مسخر قرار داد، ما این راه علمی رو داریم، بیش از که از علم بهره سوء نبریم. فبودن مستعکل به علم نباشید. یک، اگر چیزی رو بلد بودید کتمان کردید به دیگران نیاموخدید، لجام از جهنم و عذاب در قیامت به دهنه انسان کاتم میزنن. این دو، عالمی که علمش را به جامعه نداد، الجمه الله به لجام من نار. این دین است که تهابی علم. شما الان میبینید یک کشوری که چارت مصلحت بلده، این دورش محاصره میکنه، تحریم میکنه، محاصره میکنه، رفت آمد ممنوع میکنه.
این زندگی، زندگی معقول و حیات انسانی نیست. اونا اگر بخوان ترقی بکنن هم راش این نیست. آدم اگر چون چه به ما رزق نهام یونفون باشه، علم بهتری نصیبش میشه. بر تقدیر ما از تسخیر آسمون ها میتوانیم بهره ملکی ببریم. اما اینی که کوها هم اینطوره. اما این که درباره وجود بارک هست داوود همون سخنا تسخیر ملکوتی است. فهمون ما یه نماز جماعتی داریم که امام جماعت هست داوود، مأمومین این سلسله جبالن، هم رو اقتدام میکنن در نماز جماعت میکنن. این جور تسخیر مال انبیاست. یسبح و طیر. بعد به این مأمومین هم گفتیم یا جبال عبوی معا، شما هم تعویب کن، آه و ناله کن، شما هم نازاری کن. نماز. این تسخیر ملکوتی مال اونهاست. این بارها این روایت رو که هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، هم جناب زمخشری در کشاف از اهل سنت نقل کرده، این بود که وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرمود به این که یه سنگی بود قبل از اینکه من پیامبر بشم، هر وقت من میدی سلام میکرد. کان یسلم علی قبلا ابس و انی لاعرفه الان. الان من سنگ میشناسم. قبل از اینکه من پیغمبر بشم هر وقت من میدی سلام میکرد. خب اینجور تسخیر، تسخیر ملکوتی مال انبیاء علیه السلام است. و ما سلسله جبال را مسخر داوود کردیم که تسبیح کنانن. تو بحثی هست موسی کریم هم اونجا روشن شد که این طور نبود که برکت در درجه اول به کوه طور برسد و از ناحیه کوه طور موسی کلی متنعم بشود، بلکه به برکت این انسان کامل با اون مناجات وجود مبارک موسی کلیم فیضی نصیب طور شد. منتها وجود مبارک موسی صعقه زد و طور چون اون قدرت نداشت متلاشی شد. نظیر انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، که اونها نمیتونن کاری که انسان تحمل بکند تحمل کنن. به هر تقدیر اینطور نیست که حالا کوه بشه اصل لاغه تجلی باشه و انسان کامل از او برکت بگیره. اینجا هم فرمود یا جبالو عوبی معه. خب سخرنا مع داوود الجبال یسبحن، ما مسخر کردیم سلسله جبال را برای داوود سلام الله علیه که داوود سلام الله علیه بشه رهبر این سلسله جبال و امام اینها و اونها هم بشود مأموم اینها و پیرو به اینها. بعد مستقیما هم جبال خطاب بکند یا جبالو عبوی مع. فرمود به سخرنا مع داوود الجبال، این میشه تسخیر ملکوتی. وگرنه اون تسخیر ظاهری برای کافر و مؤمن یکسان است. الان سماوات درش به روی کفار و مؤمن یکسان است. اما این که در قرآن فرمود که درهای آسمان به روی کفار باز نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السما، این همون فتح ملکوتی است، همون سمای ملکوتی است، اون سمایی که دعا در اونجا مستجاب می شود، اون سمایی که و اوها فی کل سما این امرها. وگرنه این سما ظاهری که الان ترمینال درست کردن، رفت و آمد روزانه درست کردن، اینی که خدا فرمود که درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود که این آسمان ملکی نیست. بنابراین تسخیر دو قسمه، باز بودن درها دو قسمه، خود سماوات دو قسمه. و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه، این در حال که تسبیح میکنن. این کلمه و طیر، اگر چون که مانند تیرم مانند جبال تسخیر شده باشد برای هست داوود، اونطوری که برای هست سلیمان تسخیر شد، خب این میشه مفعول به. به سخن و مع داوود الجبال و تیر. اما اگر نه مشمول تسخیر نباشد میشه مفعول مع. و سخن و مع داوود الجبال یسبحن و تیر و کنا فاعلین. این کنا فاعلی یعنی سیره مستمر ما این بود که با برای انبیاء علیه السلام این قدرت‌های ملکوتی را فراهم می‌کردیم. در کنار این کار ملکوتی دو تا کارم هست که یکی ملکی است و یکی ملکوتی.
اون ملکی را اینجا ذکر میکند، ملکوتی را در آیه دیگر. اون کار ملکی است که فرمود و علمناه صنعت لبوس، ما به او یاد دادیم کیفیت زره بافی رو. اینجا سخن از تعلیم است، راه علمی دارد، راه فکری دارد، یعنی انسان میتواند با آموزش زره باف باشد. بله آزم. اما اون کار ملکوتی راه علمی و فکری ندارد که فرمود و علمنا له الحدید. اونجا دیگه و علمناه الانت الحدید نیست، و علمنا له الحدید است، یعنی آهن را در دستو ما نرم کردی. این دیگه راه درس و بحث و راه فکری ندارد که انسان بره درس بخونه ببینه چگونه آهن رو مثل موم نرم میکنه. اون به قداست روح اون ولی خدا وابسته است، نظیر کاری که وجود مبارک ابراهیم خلیل کرد در احیای اون طیور، یا کاری که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه کرد در احیای مرده ها. اینا راه علمی، معجزه علم نیست که آدم بره درس بخونه معجزه یاد بگیره. علوم غریبه موضوع داره، محمول داره، مسئله داره، مبادی داره، منابع داره، اینا داره. اما معجزه فقط به قداست روح وابسته است. علوم غریبه چه حقش، چه باطلش، چه نافعش، چه ضارش، چه سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذالکش، چه علوم دیگرش، همشون موضوع محمول و مسئله و مبادی دارن. منتها بعضی در دست هستن، بعضی در دست هستن، بعضی نافع هستن، بعضی نافع نیستن، مانند دارن. اما اعجاز جز سرخ علوم نیست که آدم بره درس بخونه موضوع یاد بگیره، محمول یاد بگیره، مسئله یاد بگیره، معجزه بیاره. اینطور نیست. به قداست روح وابسته است که به منبع غیبی مرتبط است، که اگر خدا بخواهد اراده این شخص فانی در اراده خداست و انجام میدهد، مشمول قربه این است و امثال ذالک. اون لذا در جریان اعلان حدید فرمود و علنا له الحدید، ما آهن و دست او نرم کردیم. این طور نیست که حالا ما با یاد داده باشیم که چگونه آهن رو تو نرم بکن. رضا او رو در بخش دیگر ذکر کرد و از او هم عنوان تعلیم یاد نکرده است. و علمناه صنعت لبوس لکم، برای اینکه این زره شما رو حفظ بکند تو جنگ ها برهان. در جریان لباس های نخی و پشمی و امثال داره که تو سوره مبارکه نحل، اول سوره مبارکه نحل گذشت، اون دیگه بافندگی های عمومی بود که فرمود شما گرم میشید و از این پارچه ها بهره میبرید. آیه 5 سوره مبارکه نحل این بود و الانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و به منات اکلون، از لبریاتش، از گوشتش، از پوستش، از شیرش استفاده بکنید، از پشمش استفاده بکنید، گرم میشید از پشمش استفاده بکنید. این دیگه عمومی است. اما در جریان زره بافی وجود مبارکه داوود یه رشته خاصی است که فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم لتوسرکم من بعثکم، که بعث معمولا مصداق شفاف و روشنش تو همون نبرد هاست. الحمدلله رب العالمین.